با سلام خدمت همه شما همراهان عزیز کانال ایران بیوگرافی، امیدوارم حالتون خوب و اوضاع بر وفق مرادتون باشه. در ادامه بیوگرافی های بازیگران خوب کشورمون، امروز سراغ یکی از کاردرست‌ترین بازیگران زن ایران در سینما میریم. بله، هدیه تهرانی، بازیگری که عاشقان سینما با فیلمهاش خاطرهای زیادی دارن، مخصوصا در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، زمانی که واقعا پرکار و به اصطلاح سوپر استار سینمای ایران بود. هدیه جوادیه تهرانی زاده 4 تیر سال 1351 و الان 50 سالشه. او علاوه بر هنرپیشگی در رشته عکاسی هم دستی بر آتش داره. البته او واقعا یه آدم همه فن حریفه که در ادامه به بقیه ی رشته های فعالیتش هم میپردازیم. پدرش رضا جوادیه تهرانی مکانیک بود و مادرش هم خانم میرزایی، هر دو بزرگ شده و ساکن گرگان هستند. هدیه تهرانی تنها یک خواهر بزرگتر از خودش به نام هیلدا داره. هیلدا دست در نویسندگی و شاعری داره و نویسندگی فیلم نامه شب با بازی هدیه تهرانی یکی از آثار خواهر خانم بازیگر است. نکته قابل ذکر این که همسر ناصر تقوایی، فیلمساز، نویسنده و عکاس کشورمون، نسبت فامیلی با هدیه تهرانی داره، اما وی با حدیثه تهرانی، بازیگر سینما و تلویزیون، هیچ نسبتی نداره. وی گیاهخواره و رژیم غذایی سختی هم داره. این کار باعث شده زندگی سالمی داشته باشه و حتی در این سن کماکان یکی از گزینه‌های جذاب برای بازی در نقش‌های خانم‌های جوان به حساب میاد. او تحصیل کرده مقطع دیپلمه و به صورت اتفاقی در 24 سالگی وارد دنیای بازیگری شد. بازم رد پای محمد رضا شریفی نیا در این قسمت دیده میشه. شما میتونید با زدن بر روی لینک بالای صفحه بیوگرافی محمد رضا شریفی نیا رو هم ببینید. البته بعد از دیدن این ویدیو تا آخر و لایک کردنش. خیلی خیلی ازتون ممنونم. او در این رابطه میگه: در فروشگاه در حال قدم زدن بودم تا برای کارهای دکوراسیونم حصیر بخرم، که نگاه سنگین دو نفر رو از لابلای قفسه ها روی خودم احساس کردم، که ناگهان متوجه شدم آزیتا حاجیان و محمد رضا شریفی نیا دارن من رو نگاه میکنن. در ابتدا پیشنهاد آزیتا حاجیان رو برای بازیگری رد کردم، اما ایشون به شدت اصرار کرد و در نهایت مجبور شدم شماره مادرم رو به ایشون بدم. بعد از رضایت خانواده، اما او پیشنهاد بازی در فیلم روز واقعه در سال 1373 رو به علت کوتاهی نقش قبول نمی‌کنه و لادن مصطفی جای او رو می‌گیره. کیانوش عیاری هم او رو برای بازی در بودن یا نبودن انتخاب کرد، که بعدها عسل بدیعی به جای او برگزیده شد. بعد از 3 سال با عکس‌های تست گریمی که او در هدایت فیلم گرفته بود، نظر مسعود کیمیایی به وی جلب شد و از او برای حضور در فیلم سلطان دعوت کرد. وی در این باره میگه: رفتن به دفتر سینمایی هدایت فیلم و عکس رضا رخشان برای تست گریم کافی بود تا وارد حرفه بازیگری بشم. من هم مانند خیلی‌های دیگه با مسعود کیمیایی شروع کردم. سلطان نخستین فیلمم با قرارداد 600 هزار تومانی بود. به این ترتیب در سال 1375 وقتی 24 ساله بود، برای اولین بار جلوی دوربین رفت. بازی‌های راحت و روان او در فیلم‌های غریبانه و به خصوص شوکران تحسین منتقدان رو برانگیخت. مجله همشهری جوان پس از مهناز افشار
او رو دومین بازیگر زن پولساز در دهه 80 خورشیدی نامیده است. او در سال 1377 که سومین سال حضورش در سینما را تجربه می کرد، برای بازی در فیلم قرمز برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. خانم بازیگر برای دومین بار در سال 1384 با فیلم چهارشنبه سوری به کارگردانی اصغر فرهادی به سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن دست یافت. قبل از اینکه ادامه بیوگرافی رو با هم ببینیم، از شما درخواست میکنم اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین اون رو لایک کنید و بر روی دکمه سابسکرایب بزنید تا بتونین همه بیوگرافی های ما رو ببینین و ازشون لذت ببرین. دستتون درد نکنه. در سال 1374 او در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب میبیند و چند دقیقه هم میمیرد. این را بعدن که به هوش میآید کادر پزشکی به او گفتند. تصادف آنقدر سنگین بود که او ماها بستری بود تا اینکه دوباره سلامتی کاملش رو به دست بیاره. هدیه تهرانی یک ورزشکار حرفه‌ای هم هست. از شنا بگیر تا مقام قهرمانی در رشته رزمی تای چی چوان. هدیه تهرانی در شهریور 1392 به سمت نایب رئیس کمیته بانوان تای چی چوان منصوب شد. این انتصاب با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد، ولی از سوی مسئولین فدراسیون ووشو اعلام شد که وی سابقه مربیگری این رشته ورزشی رو داره. در آذر سال 1388 هدیه تهرانی 198 عکس خود رو در طبقات مختلف خانه هنرمندان و در نمایشگاه عکس آبانگان به نمایش گذاشت. این عکس ها از 500 هزار تا 8 میلیون تومان قیمت گذاری شده بودند. او در جلسه ای که با نمایندگان رسانه ها در مورد این نمایشگاه داشت با انتقاد سخت خبرنگاران مواجه شد. در حالی که هدیه تهرانی اعلام کرد که برای برگزاری این نمایشگاه 220 میلیون تومان از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وام دریافت کرده، سخنگوی این سازمان مبلغ این وام رو 80 میلیون و حمید بقایی رئیس سازمان 120 میلیون تومان اعلام کرده بودند. همچنین در سال 1390 و در پی شکایت طراح نمایشگاه از هدیه تهرانی، وی در خصوص پرونده چک برگشتی در دادگاه حاضر شد. خانم هدیه تهرانی در سال 1386 وقتی 35 ساله بود با آقای هومن بهمنش، مدیر فیلمبردار 27 ساله سینمای ایران، ازدواج کرد. اما به یک سال هم نرسید که این زندگی به طلاق ختم شد. بعد از این جدایی آقای بهمنش ازدواج مجددی انجام داد، اما خانم تهرانی هنوز هم مجرده. وی از بازیگری خودش به شدت ناراضیه و اصلا احساس زیبایی در خود یا نقشای خودش نمی کنه. به طوری که در یک مصاحبه اعلام کرد: دفعه اول که خودم رو روی پرده سینما دیدم میخواستم برم زیر صندلی و قایم بشم و با خودم میگفتم وای چقدر فاجعه‌ام. این احساس هنوزم با من وجود داره و فرق چندانی نکرده. وی در کارنامه هنری خود در بیش از 40 فیلم سینمایی و 2 سریال در شبکه خانگی کار کرده است. 2 سریال قلب یخی اثر سامان مقدم و همگناه اثر مصطفی کیایی. از مهمترین فیلم های سینمایی هدیه تهرانی می توان به بی همه چیز، چهارشنبه سوری، قرمز، روزهای نارنجی، غریبانه، پارتی، فرزند صبح، چتری برای 2 نفر و آبادان اشاره کرد. در خرداد 1394 خانم تهرانی جزء 19 هنرمند ویژه‌ای بود که در مراسمی با حضور علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد نشان درجه 1 هنری معادل دکترا را گرفت. او که یکی از حامیان محیط زیست و حیوانات می باشد، در 13 فروردین 1395
به دلیل تجمع برای حمایت از حقوق حیوانات برای ساعاتی بازداشت و در نهایت آزاد شد. ایشان در مراسم روشن کردن شمع برای همدردی با جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پدافند سپاه جمهوری اسلامی ایران ساقط شد نیز حضور داشت. وی در اغلب فعالیت‌های اجتماعی از جمله کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، جمع‌آوری زباله از طبیعت و غیره حضور فعال و قابل تحسینی دارد. او اخیراً در رابطه با تأسیس کارخانه پتروشیمی میانکاله نیز واکنش نشان داده است. اکثر مردم دلیل محبوبیت هدیه تهرانی را فعالیت‌های انسان دوستانه او می‌دانند. طراحی داخلی یکی از هنرهای مورد علاقه خانم بازیگر است و در اوقات فراغت از بازیگری به این کار مشغول است و به وسایل و اشیای قدیمی علاقه زیادی دارد. یکی از سرگرمی‌های رسانه‌های کشور پیدا کردن شوهر برای خانم هدیه تهرانیه. وی هرچند وقت یک بار مجبور است خبرهای مربوط به ازدواج خودش رو تکذیب کنه. با این حال وی در یک مصاحبه اعلام کرد: اگر بخوام برای تمامی حواشی درست شده وقت بگذارم، باید ماهی 10 بار با رسانه‌ها وقت مصاحبه تنظیم کنم، اونم برای گفتن این که من هنوز مجردم. یکی دیگر از خبرهایی که در خصوص ازدواج هدیه تهرانی مطرح شد، ازدواج با علی انصاریان، فوتبالیست کشورمون بود. شایعه ازدواج هدیه تهرانی و علی انصاریان توسط مادر هدیه تهرانی تکذیب شد و بعد از این ماجرا اتفاق پررنگ دیگری درباره ازدواج هدیه تهرانی مطرح نشد. روح علی انصاریان عزیز شاد. حتما در یک قسمت به فراز و نشیب‌های زندگی علی انصاریان عزیز هم خواهیم پرداخت. او همچنین خاطره‌های عجیبی از مشهور شدن داره. از مرد جوانی که مرتب با خانه او تماس می‌گرفته و بعدها تهرانی از طریقی متوجه میشه که این مرد فکر میکنه هدیه تهرانی همسرشه و از او 4 تا بچه هم داره. یا دختر جوانی که پس از فوت مادرش تصور میکرد که هدیه تهرانی مادر اوست و یک بار هم که تهرانی از سفر شمال برمیگشته میبیند که این دختر روی تخت او خوابیده است. تهرانی درباره این خاطرها در اظهاراتی گفته: خاطرهای عجیب زیادی دارم. یکی از اونها موقع کار سر فیلم دوئل بود که یک روز رفتیم بازار شهر برای خرید و موقع برگشتن متوجه شدیم جمعیت خیلی زیادی پشت سر ما راه افتادند و دعا میخونند. دقیقا شبیه تظاهرات شده بود. خب اینم از قسمت امروز ایران بیوگرافی. نظرتون چیه؟ دوستش داشتین یا نه؟ نظرتون رو لطفاً برامون کامنت کنید. در پایان از 2 قسمت پیشنهادی دیگه کانال ما هم دیدن کنید و امیدوارم از دیدن اونها هم لذت ببرید. ایران بیوگرافی، بیوگرافی آنانی که میشناسیم و نمیشناسیم.